میرید خرید اما مادم تو سینما نمیتونیم به تو منو ببرید این فضایی که پرم. اتفاق عجیب برای الناز شکر دوست، لطفا بریم این ویدیو رو ببینیم دوستان. نمیذاریم، گفتیم تیریمون حق نداریم. میخوام حرف بزنم میخوام بگم نمیتونیم منو به زور ببریم. میرید خرید اما مادم تو سینما نمیتونیم به زور منو ببریم این فضایی که پر از نفرت هایی. البته حسن آدم های اندک دلسوزی مسئولی مثل اس بذار ببرم از خانوم یک زن شجاع و قوی، خانوم نازنین پیرکاری، که ازتون میخوام خواهش کنم تمام این سنگ هایی که به سمتتون پرت شده ازش بیان یه سنگر بسازیم. چرا مثل این که ما در یک جشنواره به سر نمیبریم، در یک جنگ فرهنگی به سر میبریم. من امروز احساس میکنم نه به خاطر خودم، الان این چندمین بار این اتفاق میفته، به خاطر عواملی که زحمت کشیدن. میخوام ازش هم تشکر بکنم و بگم آرزو میکنم روزی بیاد خیلی زود، شاید همین سال آینده که جشنوارمون بیکینه فرهنگی و تخصصی برگزار بشه. این تنها خواهش منه. شاید برای خیلیاتون سوال باشه که این فیلم هست، صداشو زیادتر کنید که صدای من اصلا نرسه، عادت همه سالات. شاید برای سوال باشه که این فیلم الان تو جشنواره فجر هست. بله، در جشنواره فجر یک بخشی رو گذاشتن به نام زیادتر برای کلام، به نام نگاه نو، برای فیلماییه که هیچ دلیل منطقی نمیتونن برای حدشون پیدا کنن. این فیلم ها رو میذارن تا از این طریق فیلم ها رو زنده بگور کنن. چرا میگم زنده بگور؟ چون از این طریق باعث میشه که فیلم در این بخش در هیچ زمینه، در هیچ رشته ای نمیتونه حتی حق کاندید شدن داشته باشه. و من ناراحتم برای تمام هنرمندایی که بدون هیچ دلیلی این همه زحمت کشیدن، هنرمندان کار کردن و این حق رو دارن ازشون میگیرن. میخوام بگم با حذف هنر شما از جشنواره فجر هیچ چیزی از ارزش‌های شما کم نمیکنه. تاریخ شما رو قضاوت میکنه و سیمرغ اصلی رو باید از مردم بگیری. شما نمیتونین جلوی حرف زدن ما رو بگیری. من میخوام که از نخبه های کشورمون، از جمله نویسنده این فیلم آقای کاظم دانشی که بسیار جوون و با استعدادن، خواهش کنم که اجازه ندن این موانع باعث بشه که دل سرد بشن. خواهش میکنم که به خاطر این مردم بمونید در این خاک و نذاریم که سینمامونم مثل خیلی از چیزهای دیگه مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لطفا نظرتونو برای ما بنویسید.